آریا هستم، 29 ساله، متولد تهران، شرکت ساختمان‌سازی دارم در هلند. من تا 3 سالگی توی ایران بودم و بعدش از ایران خارج شدیم، رفتیم هلند. دیگه تمام عمرم رو تقریبا تو هلند گذروندم، اونجا بزرگ شدم، درسم اونجا خوندم، ولی همچنان یک ایرانی 120%. من به خانوادم گفتم دارم میرم وایس شرکت کنم، به دوستام گفتم، همشون واقعا استقبال کردن. اونا هم خب میدونن آرزوی من چیه، انقدر راجبش صحبت کردیم و بالاخره تو پرسنالیتی من کلمه خارجی استفاده کردم، اشتباه کردم. از شخصیت من معلومه که من خب به چی علاقه دارم و این برای دوستام هم جالب بود که میخوام بیام و خیلی هم تشویقم کردن. ببین چند سال پیش گفتی برو رو صحنه بخون، حالا یه دونه آهنگ گفتی یه دهن بخون، خواستی به ما لطف کنی. دیگه ببین الان به کجا رسیدم، دیگه دارم میرم به سمت اوج. ببینیم به کجا میرسیم. اول شوخی بود، یه شبایی کردم، ولی خب واقعا امیدوارم بهت دیگه. الان اگه نبری نمیتونی برگردی، تو میتونی. دوستت دارم. من رو صحنه قبلا رفتم، من تئاترم کار کردم، روی استیج اجرا کردم، ولی اینکه بخواد تو تلویزیون پخش بشه فکر کنم تا 10 ثانیه اول یه سکته ریز می‌زنم تا بخوام برم روی استیج. ببین اگه امروز رچم واقعا از تو میشکنم، ولی سعی نمی‌کنم نشون بدم، ولی واقعا خورد میشم، چون بالاخره یه آرزوئه که دوست دارم برآورده بشه و من دوست دارم خانوادم رو سربلند کنم و اینکه بهم افتخار کنم، هنرمو به جهان نشون بدم و خانوادم و دوستان بگن این آریای ماست. داد منو تحت تاثیر قرار داد که اولین کسی بودم که برگشت. شما خیلی بزرگواری، ممنونم از شما. خیلی صدات قشنگ خوشگل خوندی. قراره که من اسمت اینا رو بپرسم، میدونم اسمت آریاس، گفتی آریا، درست گفتم؟ بله. آره آریا. من وقتی برگشتم تازه بیشتر لذت بردم. از حرکات رو صحنه، از تسلطت به میکروفون، از تسلطت به صحنه، خیلی عالی بود. آفرین آریا. قربون شما، مرسی. شما استادی خودت. از تو بهتر اجرا کردی. واقعا. من هی میگم هی خانم کجا نمیاد، اما فکر کنم خانم کجا تو میگی خانم بالاخره شاید. واقعا کف کردم وقتی که برگشتم، همونی که تصور میکردم. اصلا چهره بسیار مهربون، واقعا داری حال میکنی. و ببخشید من پررو باید باشم این دفعه، من معمولا سعی میکنم یه خورده خاکی باشم، اما واقعا این دفعه کی بهتر از من که مربی تو باشم، چون جاهایی میبرمت که اصلا خود تصور نمیتونی بکنی. تو رو تو برنامه The Voice احتیاج داریم. دمت گرم. ممنونم ازت، واقعا به من انرژی دادی.
من هستم باش. 100% دارم آب میشم. مرسی ممنونم باشم. من اینو نمیتونم قبول کنم چون که آهنگ کامیار رو خوندی میخوای برین تو تیم کامیار و خیلی خوشحال میشم که به تیم من بیای و تو رو خیلی کم داریم ما. شیطنت تو، صدا تو، همه چی تو، یعنی از صفر تا صد دیگه چیز بیشتر نمیتونم بگم، این که فقط انتخاب کن دیگه الان. یا خدا چی شد؟ من فقط میخوام چیزت بگم جانم. از میای از این ورا گذری، آخه دلو هر جا بخوای میبری، یه 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 روی خوش نشون نمیدی، منو میکشی 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 با این دلبری. اگه با این بری آخر آقا بازم حالا انتخاب کن واسه بشینم. هنوز نگو سخته ها. خیلی دوستتون دارم ولی واقعا من انتخابم کامیار عزیز. خیلی دوستش دارم. من خوشحالم. عالی هستند. این شانس نیست، قسمت خدای من. خیلی بانمک بود. خیلی ما خدایی ما عجب کرکتری نازی داشت. وای آریا عالی بود، اصلا بیش از هر چی انرژیش عالی بود. خب 100% خوب که میخونه، اما این انرژیش اصلا یه کلمه، یه هشتگ دیگه تو مغزم الان اومد، هشتگ گوگولی. یعنی اصلا هشتگ گوگولی ایشون میاد الان تو تصویر. نه خیلی عالی بودش و واقعا تو تیمم همچین انرژی احتیاج دارم که واقعا شاد باشه. اصلا شما هم صداشو میشنوین کیف میکنین، صداش هم نشنوین تصویرشو ببینین از رقصیدنش و حرکتش اصلا حال میکنه.